أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آیات مبارکی که با هم دیگر می‌خواندیم در بیان مواردی بود که باعث استحکام اعتقاد یک مسلمان میشه. بعد از اینکه پروردگار متعال بیان کردند که افرادی از سر نادانی و از سر بیخبری اساسات دین را انکار میکنند و به جای ایمان آوردن تمسخر و استهزا میکنند، این مردم آیا تا به حال به این فکر نکردند که پروردگار متعال نعمتهای عدیده‌ای را در پیرامونی افراد قرار داده و این افراد را با الطاف فراوان مورد نوازش قرار داده؟ چه شده ای بنده ها به جای ای که ایمان بیارند و به جای ای که اهل اعتقاد بشند انکار میکنند، تمسخر میکنند؟ پروردگار متعال در این 11 آیه که آغاز اینها از بیان قدرت‌های پروردگار متعال از آیه ششم، الله متعال اینا را آغاز میکنه و در این آیات دلایل متعددی را مطرح میکنه که اینا بیشتر مبتنی بر برهان حکمت یا برهان قدرت. برهان حکمت یا برهان قدرت با ما این نشان میده که وقتی ما به این قدرت‌های پروردگار متعال نگاه میکنیم، در قرآن کریم در جای جای از این برهان کار گرفته شده، پروردگار متعال قدرت‌های خود را نشان میده. ای بنده من، می کی کارها را انجام میدم، در می کی توانایی هست، تو را فریدم، عالم هستی را فریدم، زمین را فریدم، کوه ها را فریدم، آسمان ها را فریدم، همه اینا را فریدم، من به تو کتابی فرستادم، به تو شریعت فرستادم، تو راهنمایی کردم. و برهان حکمت امیر به ما یادآوری میکنه که هر چیزی که پروردگار متعال آفریده آکنده ای از حکمت، آکنده ای از برکت. دیشب یکی از این انعامات الله متعال را خواندیم که شب بود. در آیه امشبی که میخوانیم پروردگار متعال یادآوری میکنند، میگن و جعلنا النهار معاشا. ما همین گونه که شب را به عبادت شما اختصاص دادیم، روز را به زندگی شما اختصاص دادیم، روز را به معاش شما اختصاص دادیم، برای کسب و کار شما اختصاص دادیم، همه زمینه ها رو فراهم کردیم تا شما کار بکنیم، تا شما زحمت بکشیم. هر چیزی که ما در پیرامون شما قرار دادیم پر از حکمته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. اینا همه الله متعال برای تو وجود آورده، همه گیر پروردگار متعال برای تو خلق کرده. شب اگر آفریده به خاطر اینه که تو آرام بگیری، روز اگر که آفریده به خاطر اینه که کار کنی، به خاطر اینه که زحمت بکشی، از روز استفاده کنی. انسان مؤمن و انسان مسلمان همیشه از هر چیز کمال استفاده رو میبره، کمال استفاده. شب که پیرامون خود رو نمیبینه، جای رفته نمیتونه، کاری رو انجام داده نمیتونه، استراحت میکنه، عبادت میکنه، معرفت الهی رو به دست میاره، ذکر میکنه، فکر میکنه، به خانواده خود میپردازه. روز که باز پروردگار متعال
عرصه برای کار فراهم کرده، عرصه برای خدمت فراهم کرده، عرصه به دستگیری انسان ها فراهم کرده. حتما باید کار کنه، حتما باید تلاش بکنه، در روز نخوابه، در روز اهل غفلت نباشه، روز به عطالت و بیکاری سپری نکنه. خداوند میفرمایه که من روز به اصطلاح فرصت معیشت شما قرار دادم، وقت کسب معاش شما قرار دادم، کار کنیم، زحمت بکشیم. وقت نماز شما شد، آمدیم نماز خوندیم، بعد نماز بیروشیم بریم دنبال کار و غریبی خوب بریم. خداوند از انسان بیکار بیزاره، خدا انسان بیکار رو دوست نداره. چرا روزه رو فریده؟ به خاطر که زحمت بکشیم، به خاطر که کار بکنیم، به خاطر ازی که لقمه حلال به خود پیدا بکنیم، به دیگران پیدا بکنیم، کسانی که در پیرامون ما زندگی میکنند، کسانی که در اطراف ما زندگی میکنند، کسانی که همسایه مایند، به درد انسانها دردمند بشیم، به خوشحالی انسانها خوشحال بشیم، درد برادران خود را درد خود ببینیم، غم برادران خود را غم خود ببینیم، با غم افرادی که در پیرامون و در جامعه ما زندگی میکنند غمگین بشیم، با خوشحالی از اونها خوشحال بشیم. همینه پروردگار متعال میفرمایه که روز به این مبنا برای شما قرار دادم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، ای مردم، اینایی که ما بیان کردیم برای شما یک دلایلیه، خیلی دلایل مستحکم. بعضن سر خود رو بالا بکنیم، آسمان رو ببینیم، با این شگفتی، با این زیبایی، با این عظمت، با این ابهت، چه کسی را فریده؟ چه کسی را فریده؟ او ذات عظیمی که را فریده، چری را فریده؟ چقدر حکمت ها در داخل از این نهفته است؟ چقدر برکت ها در داخل از این نهفته است؟ چه اسرار عجیب پروردگار متعال در صفحه آسمان پنهان کرده؟ انسان بی فکر کرده یا نکرده؟ و بنینا ما بنا کردیم فوقکم بر سر شما سبعا شدادا، هفت آسمان مستحکم و قوی و مضبوط و خلل ناپذیر ما قرار دادیم سر شما، ما اینا رو قرار دادیم. و جعلنا سراجا و حاجا، و جعل ما آفریدیم، ما خلق کردیم سراجن یک چراغی، و حاجن خیلی پر نور، خیلی درخشنده، خورشید را آفریدیم، آفتا بر خلق کردیم، آفتا بر به عنوان یک نعمت پروردگار متعال یادآوری میکنه. تصور کنیم اگر آفتاب نمی بود، از کثرت سرما در زمین زندگی کردن برای بشر ممکن نبود. سرما انسانها را از بین می برد، زندگی نمی تونستند انجام بدن. پروردگار متعال متعادل برای انسان قرار داده. اگر این گونه باشه که گرمای هوا خیلی زیاد باشه مثل سیاره زهره، زندگی کردن اونجا باز امکان نداره، امکان نداره. بعد اگر فاصله ما از خورشید باز بیشتر می بود، باز از کثرت سرما زندگی امکان نداشت. خورشید اگر یک اندازه با ما نزدیکتر بشه، ما از بین میره، ما هلاک میشه، ما هلاک میشه. سرزمین هایی که به خط استوا نزدیکن چقدر دچار مشقت و مشکل میشن. اونا عادت کردن، اگر ماها خواسته باشیم بریم در روز سرزمین ها زندگی بکنیم، شاید زندگی کردن برای ما امکان نداشته باشه تا مدتی، تا با اونجا عادت کنیم باز برم عادی بشه. همین گونه اگر مثلا کشورهایی که از خط استوا فاصله ها از اینا خیلی خیلی زیاد سرده، ماهایی که مثلا در این هواهای معتدل تربیه شده و وجود ما با اینها خو عادت گرفته، برای ما خیلی زیاد سخته. بعد شما تصور کنید که این فاصله یا خیلی نزدیک میشد یا خیلی دور میشد، بعد چقدر این انسان ها دوچار مضیقه و مشکل میشدن. پروردگار متعال برای ما خلق کرده، از نور از ما استفاده میکنیم، از انرژی از ما استفاده میکنیم، از برکات عدیده ای که در داخل از این هست ما استفاده میکنیم. وجود ما چقدر بی ضرورت داره، گیاهان چقدر بی ضرورت داره، محیط زیست ما چقدر به ضرورت داره، حتی خانه ای که ما در روز زندگی میکنیم چقدر به نور خورشید ضرورت داره. خیلی زیاد دیده باشه مثلا حتی خونه هایی که به اصطلاح افت و رو قیمتشون خیلی زیاد فرق میکنه با اون خونه هایی که اصلا تا اینا افت و نمیفته. بعد مثلا اگر حکایت نور باشه، نور میایه، اگر نباشه چراغ روشن میکنه، برق هست، همه جا برق وجود داره، اما برق هیچ وقت جای نور خورشید رو نمیگیره، هیچ وقت نمیگیره. چقدر پروردگار متعال با ما لطف کرده، ما این لطف عظیم الله متعال رو نمیتونیم ببینیم، و یا از سر غفلت با این نعمت های پروردگار متعال مواجه میشیم. و انزلنا من المعصرات ما انفجاجا، پروردگار متعال میفرمایه و انزل ما فرو فرستاده من المؤثرات از ابرهای متراکم ما انسجاجا، یک آب خیلی زیاد به اصطلاح ریزانه، خیلی آب فراوانه ما به شما عنایت کردیم.
باران رو واسه کنیم، چی نعمت عجیب پروردگار متعال قرار داده. باران میای عزیزه گرامی و بزرگوار، هیچی خراب نمیشه. شما تصور کنیم که اگر باران قطره قطره نمی آمد، قطره قطره نمی آمد، یک بارگی فرو می ریخت، زندگی انسان ها از بین می رفت، زندگی برای انسان ها دیگه امکان نداشت. قطرات باران با همی فاصله میای، یک با دیگر گد نمیشه، اینا مختلط نمیشه که بعد اینا یک بارگی فرو بریزه، ایتا نمیشه. اگر یک بارگی فرو می ریخت از این خیلی استفاده نمی شد، این تبدیل به سیل میشد، سیل ویرانگره، تمام خانه های انسان ها رو نابود میکرد، زندگی برای بشر ناممکن میشد. پروردگار متعال آهسته آهسته میفرسته، قطره قطره ای میایه تا جذب زمین بشه و باز بشر از این استفاده کنه، از این استفاده کنه. در اینجا پروردگار متعال یادآوری میکنه که از داخل ابر باران میایه. خویی مفهومه که در اینجا پروردگار متعال بیان میکنه، حال علم چقدر آمده ایر برای ما نشان میده که از ابرهای متراکم چگونه باران میایه. ایر پروردگار برای ما در اینجا بیان میکنه چری باران برای شما فرستادم، برکات فراوان در زندگی شما داره، برکات فراوان برای پیرامون شما داره، حیات شما وابسته به آب، باران نباشه شما نابود میشیم، هلاک میشیم. بعد پروردگار متعال که یکی دو تا نعمت رو یادآوری میکنه، میگه چگونه بوده که این انعامات آمده برای شما رسیده. چری رقم باشه لنخرج به حبا و نباتا، لنخرج به تا خارج بکنه، تا برویانه، تا سبز بکنه، بهی توسط همی باران حبا و نباتا، حبوبات و نباتات رو برای شما خلق کنه. اگر باران نمی بود خوشسالی میشد، ما شما سالهای گذشته شاهد بودیم خوشسالی میشد، قیمت ها چندین برابر افزایش پیدا میکرد، انسان ها سرگردان میشدند، سردرگم میشدند، خدای چه کار کنم. هیچ چیز جای باران ار نمیگیره، هیچ چیز جای آب ار نمیگیره. دنیای ما و شما طرف بحران آب در حرکته، آب در سطح زمین در حال کاهشه، همه دنیا متحیر شده، چه کار کنه جلو وزیر بگیری بحران چگونه مدیریت بشه، چگونه مدیریت بشه. پروردگار متعال میفرمایم اینا به دست ما نه، اینا به دست ما نه، این نعمت عظیم را ما به دست شما دادیم، این قطرات بارانی که آمده تا در زندگی شما رونق ایجاد بکنه، تا در زندگی شما برکت ایجاد کنه، اینا هیچ وقت فراموش نکنیم، انسان ها پیش روی شما باشه، ما باران دادیم به شما. و این نباتاتی که میرویه، این حبوباتی که میرویه، این سبزیجاتی که میرویه، این میوه‌جاتی که میرویه، هر چیز دیگه‌ای که در پیرامون خود میبینیم و زندگی شما وابسته به اینهاست، اینا رو ما آفریدیم، اینا رو ما خلق کردیم، اینا رو ما به دست شما دادیم. قدردان این نعمت‌های ما باشه. نعمت بعدی را که پروردگار متعال یادآوری میکنه، میگه و جنات الفافا، در کنار از اینکه شما به میوه‌جات، در کنار از اینکه شما به سبزیجات و حبوبات رسیدیم، دیگه چی بدم به شما؟ و جنات الفافا، و یک باغهای بدم که خیلی زیاد در هم پیچیده ای، اینا رو ما به شما عنایت کنیم. این باغها رو کی میده به شما؟ ما عنایت میکنیم به شما، ما عنایت میکنیم. این بارانی که میاد سبب سرزندگی و تراوت طبیعت میشه و در طبیعت شما دگرگونی ایجاد میشه، ما عنایت میکنیم. آیا در شما توانی هست که این کار رو انجام بده؟ در شما توانی هست؟ داخل یک قمزار هیچی نیه، هیچی نیه، او هم حتی دیده نمیشه. شما این خاکار بگیرم به دهن خوکنم، این خاکار نه شیرینه نه تلخه، هیچ چینیه، هیچ چینیه، اینو اصلا هیچ طعمی نداره خاک. باز یک بذر رو داخل از این میگذارم، همون بذر رو بخورم، بذر رو بخورم، این تلخ نیه، این شیرین نیه، داخل از او نداره، هیچ چی نداره. بعد از داخل همین خاک، از همین بذر، باز پروردگار متعال هندونه بیرون میکنه، هندونه که پر از اوه، پر از اوه، شیرینه، رنگ داره. خاک سکنم رنگ نداره، رنگ سرخ نرختم تا یکی بیا به داخل از او. باز کنار از یک دانه فلفلیه، بازیر خورده نمیتونیم شما، انقدر تنده، انقدر تنده که شما نمیتونیم ایر بخورد. با کنار ازی باز پروردگار متعال از همین زمین درخت انار رویانیده، این انار رو وقتی که باز میکنیم میبینیم سبحان الله چقدر مهندسی شده، چقدر منظمه، دونه دونه از اینا یکقدر چیده شده. شما برادرای عزیز و گرامی، یک انار رو که شکست میره به چهار قسمت کنه، بعد از این دونه ها هم یک قسمت زیر شما جدا کنیم داخل یک ظرف بندازیم، بعد از این سعی کنیم اینا رو به سر جای بگذاریم، سعی کنیم چند تا رو میتونیم سالم بگذاریم، چند تا رو میتونیم سالم بگذاریم. این خیلی زیاد عجیبه،
این آنقدر دقیقه، آنقدر مهندسی شده که یکی جای دیگر تنگ نکرد، یکی جایی که دیگر تنگ نکرد. شما نشده تاله انار رو بگیریم این باز بکنیم بعد ببینیم مثلا 20% از اینا خومه، 20% از اینا رسیده، 20% از اینا مثلا پخته شده آنچنانی که از بین مایه بره. نه هم میگی یک اندازه. چه ذاتی اینا رو تیار کرده؟ چه ذاتی اینا رو خلق کرده؟ انسان چرا در اینا فکر نمیکنه؟ انسان چرا متوجه ذات عظیم نمیشه که ذات عظیمه که از یک خاک، از یک آب، از یک محیط، از یک کرد، از یک باغچه، از یک باغ خداوند صدها نوع میوه میده. هر کدامم لذت فرق میکنه، هر کدامم طعم فرق میکنه. انار از یک درخت رویده، یکی میبینیم که مزه ترش میده، یکی میبینیم که مزه شیرین میده. این مزه ترشی چه ذاتی در این قرار داده؟ این مزه شیرینی چه ذاتی در این قرار داده؟ این مزه گوارایی در اندونا چه ذاتی در این قرار داده؟ این شیرینی شما تاکر بگیرم، تاکر بجویم شیرین نیه، تاک چوب رو بجویم شیرین نیه، برگ رو بجویم شیرین نیه. بعد پروردگار متعال از داخل از این انگور بیرون میکنه، بعد این انگور رو میخوریم، انگور باز طعم از این پر از شیرینیه، آنقدر شیرینه که شاید خیلی زیاد نتونیم شما بخوریم. الله متعال میفرمایه، میگه که انسان ها چرا متوجه امر نمیشیم؟ شما چرا این نعمت ها رو میبینیم؟ انگور میخوریم، شیرینی رو میبینیم، لذت رو میبینیم، چرا متوجه نمیشیم که چه ذاتی تیار کرده؟ چه ذاتی تیار کرده؟ شما نارنگی میخوریم، شما مالته میخوریم، شما انار میخوریم، شما کله میخوریم، شما چی 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 همه اینا رو میخوریم، چرا متوجه و ذاتی که اینا رو برای شما تیار کرده نمیشه؟ چرا متوجه نمیشه؟ حالا یک چیز ما میبینیم، یک انجینر تیار کرده، یک انجینر تیار کرده، مثلا طرف همین ستون نگاه میکنم، طرف مثلا همین محراب مسجد خود نگاه میکنم، خیلی زیباه، خیلی زیباه. بعد شما یک بار اگر فرصت کردیم برادرای عزیز و گرامی و بزرگوار، شما یک برگر ببینیم، بعد همین برگر شما خوب با دقت یک ده دقیقه ارسه کنیم، بعد ببینیم خداوند چه شگفتی های داخل از این قرار داده. تمام مهندس های دنیا تو چیزی نمیتونم تیار کنم، تمام مهندس های دنیا نمیتونم. یک اناری که با اون زیبایی دانه ها از این چیده شده، آنقدر که چشم نواز شما، هیچ طرحی نمیتونم پیدا بکنم که بشر تیار کنه به این زیبایی باشه. هیچ کس نمیتونه اینا رو تیار کنه. اینا باید ایمان ما رفزایش بده برادران، اینا باید یقین ما رفزایش بده، اینا باید نسبت ما با خداوند پررنگ بکنه و اینا باید محبت خداوند در دل ما افزایش بده. خداوند به ما توفیق بده که وقتی این آیات رو میخونم و این آیاتی که در خونه ها مانه، این آیاتی که سر سفره ها مانه، این آیاتی که در وجود مانه، این آیاتی که در پیرامون مانه، این آیاتی که روی درخت تسرا مانه، روی گلدان که به تب باغچه مانه، پروردگار متعال ما رو توفیق بده که این آیات رو ببینیم، این آیات رو در صمیم جان خود نهادینه کنیم و متوجه او ذات بشیم که اینار در عالم هستی پدیدار کرده. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه.